امروز یک ویدیو بسیار کوتاه از توماج صالحی پخش شده در باشگاه خبرنگاران جوان که نشون میده توماج صالحی بعد از دستگیری چی گفته و بسیار ناراحت کننده است که جوانان کشور، جوانان مبارز کشور رو این حیوانات وحشی میگیرند و بعد سوء استفاده میکنند برای اینکه قدرت خودشون رو به رخ بکشند. دادستان اصفهان گفته توماج صالحی خواننده رپ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور دستگیر شده است. موسویان گفته پرونده توماج صالحی در اختیار ماست، این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد. در اصل در چهارمحال بختیاری دستگیرش کردند، بسیار ناجوان مردانه بوده و بعد او ادامه داده متهم در حال حاضر با صدور قرار تحت نظر شعبه بازپرسی قرار داره و تصریح کرد که متهم در ایجاد اختشاشات و دعوت و تشویق به اختشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهینشهر نقش کلیدی داشته و گفته که کیفرخواست پرونده متهم توماج صالحی پس از بررسی کامل برای محاکمه به دادگاه ارجاع خواهد شد و یک فیلم چند ثانیه‌ای هم ازش گذاشتند که نشون میده در چه روز و حالی توماج صالحی است. این جوان شجاع، این جوان وطن پرست، این جوان مدافع وطن و کشور ایران چگونه در دست این لاشخوران گرفتار شده. به نظر میاد که بسیار اذیتش کردن که این صحبتها رو کرده. از لحن گفتار و از صحبتهاش معلومه این حیوانات وحشی چگونه باهاش برخورد کردن و این تیکه کوتاه رو گذاشتن که قدرت نمایی کنند. اما بدانند که توماج صالحی قهرمان ملت ایران هست، مردم اونو دوست دارند. با این صحبتهایی که پشت سرش بلغور می کنید که به عنوان فعالیت علیه نظام، بله فعالیت علیه خامنه‌ای جلاد، خامنه‌ای دوست، نه بر علیه مردم ایران، بر علیه جباران صحبت کرده، بر علیه دزدان ایران صحبت کرده. به هر حال بسیار ویدیو ناراحت کننده است. ببینید، فرار کنید، اینو دوستانه نمیگم، فرار کنید، اینو دوستانه نمیگم. توماج صالحی، گفتم اشتباه کردم، گفتم دوستانه بهتون میگم فرار کنید، من قصدم شما نبودید. به هر حال مردم ایران باید هرچه سریعتر این لاشخوران رو که به این شکل برخورد میکنن، فیلم هایی که در خیابون ها میبینیم چگونه جوانان رو میزنن و بعد با تکتیر اونها رو خلاص میکنن، میکشن، 10 نفر 1 نفر رو میزنند بعد میکشن. فیلم های بسیار وحشتناکی، بسیار ناراحت کننده ما میبینیم و در طول بیش از 40 روز شاید 2000-3000 نفر رو کشتند و مخفی کردند. حالا این که میگویند 200 نفر، 200 نفر ظاهری است، اینها بیش از 2000 نفر، بیش از 3000 نفر کشتند، 10-15000 نفر زندان کردند، دستگیر کردند. جنایت‌هایی در طول 44 سال داشتند که این 40 روز هم جنایتاشون بیشتر شده، چون فهمیدند باید برند. اینها دارن جون کندن‌های آخرشونه، اما مردم باید میلیونی بیان به خیابون. با این تعداد کاری از پیش نمیره، با این نفرات کاری از پیش نمیره. وقتی در تهران 5 میلیون 6 میلیون بیان تو خیابون اتفاق نمیفته، اصفهان، مشهد، کرمان، تمام شهرها، باید مردم همه کار و کاسبیشون رو ول کنن، در خیابونها باشن، شعار بدن و اینها سقوط میکنن. وگرنه جوانان ما که در رأس هستن مثل توماج، ببینید چقدر مبارزه کرد، آخرش دستگیر شد، حتما یک اعترافات اجباری هم خواهد داشت. امیدواریم مردم قبل از اینکه اتفاق بیفته ما بتوانیم خودمون از زندان‌ها این مبارزان را آزاد کنیم. دست به دست نکنیم. اوضاع خرابه، جوان‌ها رو کشتن، دارن میکشن. اون چندین هزاری که در زندان هستن جونشون در خطره. اگر اینها بر اوضاع مسلط بشن همه اونها رو خواهند کشت، یا اینکه زندان‌های طولانی مدت براشون خواهند برید و وحشی‌تر بر علیه مردم خواهند بود. دیگر راهی رفتیم، راهو باید تموم کنیم، باید اینها رو از قدرت پایین بکشیم، رژیم رو عوض کنیم و به رفراندوم برسیم. ناراحت کننده است که توماج صالحی به این شکل آمده و این صحبت ها رو میکنه. معلومه که خیلی اذیت و آزار بهش رسوندن. امیدوارم
مردم ما هرچه سریعتر اقدامات لازم رو انجام بدند و میلیونی به خیابونها بیان. تا برنامه دیگر، بدرود. فرار کنید. اینو دوستانه نمیگم. فرار کنید. اینو دوستانه نمیگم. توماج صالح، گفتم اشتباه کردم. گفتم دوستانه بهتون میگم فرار کنید. من قصدم شما نبودید.